اولین واکنش رسمی حکومت به اعدام نوید افکاری. ادب را رعایت کنید. استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از پیمانهای دوران پهلوی برای نجات خود. هادی غفاری: مشکلات کشور با رئیس جمهور زن یا نظامی حل نمی شود. نظارت استصوابی را کنار بگذاریم تا مردم پای صندوق بیایند. به کیوسک امروز خوش آمدید. درود بر شما شنوندگان گرامی کانال کیوسک. رسانه مستقل کیوسک تلاش می‌کند با شفافیت و بدون سانسور اخبار روز را در اختیار مخاطبان فارسی زبان قرار دهد. در این بسته خبری نیز سه موضوع منتخب را برای شما تهیه کرده ایم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی به دلیل محکوم کردن اعدام نوید افکاری از بازداشت شدگان اعتراضات سال 97 ایران به شدت انتقاد کرده و گفته است که ادب دیپلماتیک را رعایت کنید. وی خطاب به کشورهای اروپایی گفت که فشارهای خارجی تیغ تیز عدالت قوه قضائیه را کند نمی کند. علی باقری معاون امور بین الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 24 شهریور ماه از کشورهای اروپایی به دلیل اعتراض به اجرای حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر و از معترضان اعتراضات امرداد 1397 ایران به شدت انتقاد کرد. معاون امور بین الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفته است اگر از حق و عدل و انصاف بویی نبرده اید لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کنید. معاون امور بین الملل قوه قضائیه به ریاست ابراهیم رئیسی به کشورهای اروپایی توصیه کرد مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید. باقری انتقاد کشورهای دنیا به اعدام معترضان در ایران را فضاسازی‌های غرب علیه دستگاه قضایی خواند و گفت که کشورهای اروپایی که سابقه طولانی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها، فروش سلاح‌های کشتار جمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی مورد نیاز مردم عادی دارند، نمی توانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین کشورهای معترض به فرایند ناعادلانه دادرسی این نهاد را متهم به کشتار مردم فلسطین و یمن کرد که به وسیله سلاح‌های فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سوئدی صورت گرفته است. اظهارات تند دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه 3 روز پس از قتل قهرمان کشتی 27 ساله ایرانی در بیدادگاه همین نهاد و بدون هیچ گونه ادله حقوق و با وجود اعتراض‌های گسترده داخلی و بین المللی منتشر شده است. سفارت آلمان در ایران با انتشار پیام توییتری از اعدام نوید افکاری توسط جمهوری اسلامی عمیقاً ابراز تحیر کرده و آن را خاموش کردن صداهای مخالف خوانده است. در این پیام توییتری آمده است پذیرفتنی نیست که برای خاموش کردن صداهای مخالف قوانین اساسی حقوقی نادیده گرفته شوند. دو برادر نوید هنوز در زندان هستند و اکنون به همبستگی ما نیاز دارند. هانس اودو موتسل سفیر آلمان در تهران نیز در پیامی توییتری اعدام نوید افکاری را تکان دهنده خواند و نوشت که ما در غم خانواده، دوستان و جامعه بین المللی ورزشی شریک هستیم. وکلای ایالات متحده از قضات عالی ترین دادگاه سازمان ملل خواستند شکایت جمهوری اسلامی ایران را رد کند. ماریک استرینگ، یکی از وکلای این پرونده، نیز در این باره به رویترز گفت که ایران به دنبال آن است که با استفاده از پیمان دو جانبه سال 1955 معروف به پیمان مودت تحریم‌های سال 2015 آمریکا را لغو کند که این موضوع با مخالفت دونالد ترامپ همراه بوده است. در آخرین پرونده تشکیل شده در سال 2019 دادگاه حکم داد که یک گروه مشترک با حضور اعضای طرفین باید مسئله حل اختلافات در مورد دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا را بررسی کند. همچنین در اکتبر سال 2018 دادگاه از آمریکا خواست تا مطمئن شود که تحریم‌ها بر اساس کمک‌های بشردوستانه و بر روی ایمنی پروازهای هواپیماهای ایرانی تأثیر نمی‌گذارند. استرینگ اعلام کرد که واشنگتن به اجرای احکام قبلی پایبند است. عهدنامه مودت توافق‌نامه است که در سال 1334 شمسی و در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی و نخست وزیری حسین علا و دوایت آیزنهاور رئیس جمهور وقت ایالات متحده به امضا رسیده است.
بر اساس این توافقنامه قرار بود روابط کنسولی و اقتصادی بین دو کشور بر پایه صلح و دوستی برقرار باشد. در جلسه‌ای که روز دوشنبه در دادگاه بین‌المللی لاهه تشکیل شد، دادستان آمریکا اعلام کرد که وظیفه ما این است که دلایل لازم برای رد شکایت جمهوری اسلامی ایران در این مرحله ابتدایی را عنوان کنیم. مشخص است که آمریکا مدت هاست که رفتارهای ایران را تهدیدی بزرگ علیه امنیت ملی ایالات متحده، شهروندان و منافع آمریکا و همچنین امنیت متحدان منطقه‌ای می‌داند. جلسه نخست در روز دوشنبه برگزار شد. قرار است فردا نیز جلسه‌ای به منظور بررسی صلاحیت دادگاه در خصوص رسیدگی به شکایت ایران تشکیل شود و ایران نیز ادله خود را به دادگاه ارائه کند. نخستین ارجاع دو طرف به پیمان مودت توسط آمریکا و در زمان گروگانگیری دیپلمات‌های این کشور در تهران رخ داد. در آن دوران علارغم خصومت شدید بین طرفین، اما دو کشور همچنان به آن پایبند بودند. چندی بعد و در جریان سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی، این بار ایران با استناد به این پیمان از آمریکا شکایت کرد. مجدداً ایران پس از حمله به سکوهای نفتی پیمان مودت را مبنا قرار داد و علیه ایالات متحده اقامه دعوا کرد. حدود دو سال پیش نیز حکومت جمهوری اسلامی بر اساس همین توافقنامه از ایالات متحده به دیوان لاهه شکایت کرد. این موضوع نشان می‌دهد که پیمان بین دو کشور همچنان برقرار بوده و دو طرف همچنان به آن التزام داشتند. اما در سال 2018 و پس از صدور حکم دیوان لاهه به نفع ایران، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که با توجه به دلایل بسیار مبنی بر دخالت ایران در حمله به کنسولگری آمریکا در بصره، ایالات متحده به عضویت در پیمان مودت خاتمه داده و از آن خارج می شود. بر اساس بند 3 از ماده 23 پیمان مودت، خروج از این عهدنامه پس از گذشت دوره 10 سال اول با تسلیم یک یادداشت به طرف مقابل و در پس از یک سال انجام می شود. با توجه به نزاع طرفین و نگرانی ها از فعالیت هسته‌ای ایران، آمریکا این کشور را تهدیدی برای امنیت خود و جهان می داند. از این رو واشنگتن از سال 2015 فشارهای بیشتری را علیه ایران اعمال کرده است. احکام دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه لازم الاجراست، اما این دادگاه قدرت اجرایی ندارد، اگرچه پیشتر هم ایران و هم آمریکا احکام صادر شده علیه خود را نقض کردند. وضعیت کنونی کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 هیچ شباهتی به ادوار گذشته ندارد. شیوع بیماری کرونا، فضای مبهم در سیاست خارجی و همچنین عدم تحرک بخش عظیمی از سیاسیون برای حضور در عرصه، نوعی از سرخوردگی سیاسی را به کشور تحمیل کرده که شاید تبعات آن را در خرداد سال آینده شاهد باشیم. کاهش مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و تسری آن به دور دوم این انتخابات نیز زنگ خطری را به صدا درآورده که حتی مردم در فضای دو قطبی نیز احتمال دارد اقبالی به صندوق‌های رأی نشان ندهند. در فضای مشارکت حداقلی برخی از سیاستمداران موضوع روی کار آمدن رئیس جمهور نظامی را مطرح می‌کنند، اما همین موضوع نیز مخالفان جدی دارد. هادی غفاری عضو مجمع نیروهای خط امام معتقد است نظارت استصوابی شورای نگهبان کار را به جایی رسانده که بخشی از نیروهای مستعد و دارای پایگاه مردمی نتوانند خود را برای انتخاب شدن به جامعه معرفی کنند. او در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان اعتماد مردم را برای حضور دوباره در پای صندوق‌های رأی جلب کرد، اظهار داشت راه مشارکت در انتخابات این است که با کسانی که پایگاه مردمی دارند و حتی مانند بخشهایی از حاکمیت فکر نمی کنند با سعه صدر و بدون بازی سیاسی برخورد کنیم و دست از نظارت استصوابی بکشیم و اجازه دهیم این افراد خود را در معرض رأی مردم قرار دهند. وی افزود اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کند درصد مشارکت پایین می ماند. برای مثال بنده اطلاعاتی را کسب کردم که در برخی از شهرستان ها تنها 1% از واجدین شرایط در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در پای صندوق های رأی حاضر شدند. عضو مجمع نیروهای خط امام تصریح کرد شورای نگهبان موظف است در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی تنها به قانون عمل کند و در این مسیر به هیچ عنوان سلایق شخصی را دخالت ندهد. بنده این سوال را از شورای نگهبان دارم که چگونه فردی همانند من که 50 سال در لباس روحانیت به انقلاب و جمهوری اسلامی حتی جبهه های نبرد خدمت کردم، باید با دو موضوع عدم التزام عملی به اسلام و عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی از گردونه انتخابات کنار گذاشته شوم.
سپاسگزارم از اینکه تا پایان کیوسک امروز همراه ما بودید. برای حمایت از کیوسک لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید و نظراتتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید و اگر دوست دارید پیش از دیگران از آپلود ویدیوی جدید در این کانال مطلع بشید، علامت زنگوله رو هم فعال کنید. تا فردا، خدا نگهدار.